لايتن هيفي يوت. سلام خسته نباشید. من کوتاه صحبت میکنم بعد شنونده میشم. بازتولید و به قول شما خطر بازگشت یا بازتولید مفهوم تفکر اسلامی تو جامعه، به نظر من به یه نگاه قطبیتی حتی در مورد رویکرد آتیستی نسبت به زمان داره. اگه در جامعه جریان آتیستی مسلط و پوزیشن باشه و با گذشت زمان دیسکورس جدیدی نتونه تولید بکنه و نقد خیشتن حتی نتونه انجام بده و حتی تبدیل بشه به یه استیت، با توجه به اینکه هر چیزی میتونه تبدیل به یک استیت بشه در نگاه کلی، حالا مثال میزنم جمهوری بی خدایان، میدونم مثاله ولی جمهوری خدایان هم میتونه خود به خود تبدیل به یک استیت بشه حتی اگه خودش نخواد. در این صورت با توجه به این مسئله و اینکه این باز تولید هست، جامعه خودش میره به سمت یک نوستالژی نسبت به زمان. جامعه ایران همین پتانسیل رو داره، برای مثال در مورد تشیع و ارتباطش با عاشورا یک نوع سمپاتی باز تولید میشه، چون اینجا نگاه دینی تبدیل میشه به یک چپ، یک اپوزیسیون، و ما همیشه در همه چی تمایل به یک نگاه اپوزیسیون ضعیف‌تر داریم. در فوتبال و ورزش همینطوری، تیم ضعیف‌تر سمپاتی بیشتری داره. در نتیجه این احتمال بستگی داره که جایگاه بیخدایی و ارتباطش با دینامیزم جامعه چطوری باشه. بعد ببینیم که این گروه و این طیف چگونه به مسئله زمان نگاه میکنن. من اینجا تموم میکنم و شنونده میشم، احتمال میدم هم مخالف باشید، ولی خب مرسی که این تریبون رو در اختیار من دادید. با تشکر. ممنون، خیلی منتظر دوست عزیز. آره ممنون که منتظر موندی. ما خودت هم البته گفتی که ما مخالفیم، ما علیه ATS state هستیم. ما دولت من که به شدت، حالا به شدت نمیدونم، بابک هم فکر کنم همینطور، من که به شدت مخالف هر حکومت یا دولتی هستم که آتیستی باشه. حکومت و دولت باید سکولار باشه. خب ما جمهوری بی خدایان هیچ وقت فکر نمی کنیم یک کشور باید یک جمهوری بی خدا باشه. ما یک گروه هستیم. خب ما هیچ وقت حکومت و دولت، تبلیغ دولت هیچ وقت تبلیغ تشکیل یک حکومت آتیستی نمی کنیم. خب ما به عنوان یک بی خدا تنها یه حکومتی میخوایم که بی خدایی ما رو علیه ما استفاده نمیکنه و حق بی خدایان و حق مسلمان ها و حق مسیحیان و حق همه یکی هست و یک دولتی میخوایم که دین روی سیاستش تاثیر نداره، میذاره مسیحی ها مسیحیتشون رو بکنن، مسلمان ها مسلمان بمونن، بی خدایان هم به طور مساوی بی خدا باشن توی یک کشور و مسیحیان حق تبلیغ مسیحیت دارن، مسلمانان حق تبلیغ اسلام دارن، بی خدایان هم میتونن بیان نقد به طور کاملا آزادی از همه این ادیان نقد بکنن و حتی توهین بکنن. دولت باید بشینه کنار. خب ما یک دولت یا حکومتی که بیاد خودش بگه که کدوم ایدئولوژی درسته یا کدوم ایدئولوژی غلطه و خودش بیاد تبلیغ دین یا بی خدایی بکنه رو ما قبول نداریم. درسته بابک تو همینا؟ بله بله کاملا باید موافقم. اوکی، درباره چیزایی که گفتی که اگه مثلا بی خداییان یا بی خدایی باید بتونه بیاد یک کاری بکنه که مردم به دین برنگردن، البته نمیدونم برداشت من درست از این حرف شما یا نه. ببینید بی خدایی هیچ وقت، من خودم میگم بی خدایی کافی نیست. خب بی خدایی فقط جواب درست به یک سواله، یک سوال بی خدایی اون سوال اینه آیا خدا وجود داره یا نداره، آیا شما به خدا اعتقاد دارین یا نه. اگه جواب شما هست نه، این بی خداییه، هیچ چیز دیگه رو نمیتونه بی خدایی به شما بده به غیر از یک جواب درست به یک سوال، جایگزین یک جواب غلط به یک جواب درسته، که این خودش باعث کل چیزای مفید دیگه میشه، ولی به خودی خودش هیچ چیز دیگه ای به شما نمیده، فقط شما رو از یک جواب غلط آزاد میکنه که اون جواب غلط ممکنه کلی برای شما هزینه داشته باشه و این هزینه رو از شما میگیره. خب شما اگه میخواین مردم یک جامعه به غیر از بی خدایی باید کلی چیزهای دیگه به مردم شهروندش بده که دین گریز بشن، که به دین بر نگردن. یکی از مهمترین چیزاش پیشرفت اقتصادیه. مردم وقتی که از این دنیا بیامید بشن، امیدشون میره به یه جاهای به خرافات و به یک دنیای
آخرت و به یه دنیای آینده، و وقتی که احساس اهمیت، احساس مفید بودن تو زندگیشون نکنن، سعی میکنن احساس مفیدی پیدا بکنن برای یه خدایی، یه خالقی که براشون بهشون اهمیت میده و براشون اون خدا براشون این شخص مهمه. برای همین بتونی یه سیستم اقتصادی و سیاسی پیدا بکنین که مردم بتونن مفید باشن هم برای خودشون هم برای جامعه، و خودشون یک انسان پرارزش ببینن. بی خدایی به طور خودی خود این چیزا رو شما نمیده. یه پیشرفت اقتصادی لازمه، پیشرفت فرهنگی و قابلیت تغییر فرهنگ و پذیرش فرهنگ از کشورهای دیگه و صادرات فرهنگ، واردات فرهنگ، مقابل یعنی دیدن انسان‌های دیگه و روش‌های مختلف و پذیرفتن اونها، این هم یه چیز خیلی مهمه. آره همین یعنی تک فاکتوری نیست، یعنی تک علتی نیست، خیلی چیزای مهمیه. من نمی‌تونم من یه مثال کوتاهی برای شما بزنم. فرض کنید که شما یه بیمه گرفتین، بیمه خونه از یه شرکتی. خونه‌تون آتیش می‌گیره، میریم پیش این بیمه میگیم پول منو بده، خونه‌م آتیش گرفت. بعد بفهمین که این بیمه برای شما اصلا این کلا یک دروغ بوده، یک شرکت تقلبی، یعنی سر شما کلا رفته، اصلا بیمه نبوده، خب، و هیچ پولی شما دریافت نمی‌کنید. بعد دوست شما، اصلا من بیمه رو گرفته بودم، بابک میخواد بره بیمه بگیره، بعد میگم ای بابک داره میره از همون شرکت بیمه میگیره که سر من کلا رفت. بعد بیام به بابک بگم بابک جان نرو از اینا بیمه بگیر، اینا دارن سرت کلا میذارن، من میدونم این دروغه، خب. بعد بابک اگه بیاد به من بگه که خب آرمین تو داری میگی از اینا بیمه نگیر، تو خود بیا به من بیمه بده، این حرف بابک خیلی غیر منطقی میشه. من که بیمه ندارم بدم، من بیمه از کجا بیارم به بابک بدم؟ خب من فقط دارم بهش میگم راهش این نیست، حالا خودت برو بگر راهش چیه. ببین بی خدایی هم همینه، بی خدایی و تبلیغ بی خدایی اینه که ما داریم به مردم میگیم این دروغه، خب این راهش نیست. حالا اینکه راهش چیه، بی خدایی به خودی خودش نمیتونه بگه راه درست چیه. ببین ما اگه تبلیغ عقاید مثلا عصر روشنگری رو به شما میکنیم، اون یه چیزی جدا ماورای بی خداییه، اون به اضافه بی خداییه، خودش بی خدایی نیست. ما اگه تبلیغ سکولاریزم میکنیم، این بی خدایی نیست، این یه چیز ماورای اونه. اینا عقاید خوبی هستن. ما اگه تبلیغ مثلا آزادی بیان میکنیم، تبلیغ دموکراسی میکنیم، تبلیغ مسئولیت پذیری حکومت رو میکنیم، تبلیغ دو پروسس قبل از قضاوت رو میکنیم، همه این چیزا رو تبلیغ میکنیم، اینا به ذات تو خود بی خدایی نیستن. اینا یه سری عقایدی داریم که ما داریم ازش دفاع میکنیم، بعد از بی خداییمون بعدا به این نتیجه رسیدیم که حالا دین درست نیست، راه درست چیه؟ اینا راه درسته. متوجه شدیم؟ من نمیدونم حالا برداشتم درست بود از حرف شما. من میتونم پاسخ بدم در حد خیلی کوتاه. نه منظور من انتقادی که من دارم اینه که شما غیر ارادی بودن یک مسئله رو در چارچوب زمان در نظر نمیگیرید. برای مثال اگه بخوایم ریشه شناسی بکنیم بین کلمه سیویک و پالیسی، سیویک مثلا به کامیونیتی های اشاره میشه در جامعه که با هم یک سری مشترک عقاید مشترک دارن، و پالیسی هم اگر به یک ریشه یونانیش برگردیم معنیش اینه که چگونه بشه یک پلیس، یعنی یک شهر رو اداره کرد. منظورم اینه گفتمان جمهوری بی خدا، حالا جمهوری بی خدا یعنی گفتمان آتیستی خود به خود تبدیل میشه به یک استیت، نه لزوما سیاسی بلکه یک گفتمان مرکزی در جامعه. مسئول من اینجاست، اگر تبدیل به یک گفتمان غالب و مرکزی بشه، اون نیازی به روشنگری دیگه احساس نمیشه، چون دیگه گفتمان اکثریت هست در جامعه. وقتی هم به گفتمان غالب تبدیل میشه، خودش تبدیل به سوژه میشه، اونجاست که در معرض انتقاد قرار میگیره. اگر بتونه خود نقدی رو وارد این سیستمش بکنه، میتونه در به مرور زمان پیشرفت بکنه، ایوالو بکنه، بمونه. اگر نمونه، جامعه میره به زمان مراجعه میکنه، به الگوهای تاریخی مراجعه میکنه، دین رو مجددا تولید میکنه. حالا اون دین میتونه زرتشتی باشه، اسلام باشه، هر چی میتونه باشه. خب ببین شما میگین آتیستی حتما به خودی خود حتما تبدیل به یک استیت آتیست میشه، یک حکومت آتئیست میشه؟ از کجا میگید اینو؟ نه حکومت نه، میتونه تبدیل به حکومت بشه، ولی بیشتر از اون تبدیل به گفتمان غالب و مرکزی میشه در جامعه. از کجا میتونه بشه؟ نه خب میتونه، خب ما باید مبارزه کنیم که نشه. خب
من هم در اول شرطیش کردم اینو، گفتم به شرط این که اگر گفتمان آتیستی، گفتمان غالب و مرکزی در جامعه بشه، چگونه با زمان و با زمان مواجه خواهد شد. اگر بتونه مواجهش در زمان پروداکتیو باشه، دیسکورس جدیدی تولید بکنه، میمونه. اگر نتونه، دوباره گفتمان اسلامی تولید میشه. ما چه بخوام چه نخوام، بستگی به روش غالب شدنش داره. اگه به زور غالب شده، این نتیجه منفی میده، خب برعکس میده و دین ممکنه برگرده. ولی اگه به طور انتخابی غالب بشه، بخاطر اینکه مردم خودشون با تغییر نظرشون اینو انتخاب کردن، این غالبیت اون تاثیرات منفی رو که شما میدی رو نخواهد داشت. خب شما مثلا نگاه کنین، ما فرض کنیم که مثلا توی چین الان بیدینی غالب داره میشه از طرف حکومت با زور، درسته؟ ولی توی کشور اسکندیناوی بیدینی، کسی بیدینی رو زور نکرده، بیدینی به خاطر که مردم خودشون بیدین شدن و اون غالب شده. اکثر این عقیده نداشتن به خدا، این الان غالب شده بعضی از کشورهای اسکندیناوی، کسی اینو زور نکرده. روش غالب شدنش مهمه، نه اینکه فقط غالب میشه یا نمیشه. ببخشید، ما استایل هایی داشتیم در هنر و معماری که به زور نیومدن، ولی خب غالب هم شدن به خاطر اینکه نتونستن چیز جدیدی رو تولید بکنن، از بین رفتن. حالا در مورد اسلام هم میتونه این یک نگاه چالش برانگیزی باشه که مثلا مکه بدون خونریزی گرفت شده. من نمیدونم، این میتونه جنجال برانگیز باشه، الان من ازش حذر میکنم. همون وارد هنر و معماری مکه بدون خونریزی ریخته شد به خاطر اینکه یه ارتش پشتش بود، اون به زور حساب میشه. حالا آره، گفتم خونریزی نباشه که معنیش نیست که به زور نیست. شما اگه با یه ارتش بیان یه شهری رو بگیرین، البته خونریزی شده، این دروغه که خونریزی نشد، ولی حالا اگه به فرضم بگیم خونریزی نشه، خونریزی نشدن معنیش نیست که به زور نبوده. نه، منظورم این هست که این استیت خود به خود اینستیتوشنالایز میشه، یعنی مردم اونو تبدیل میکنن به یک اینستیتوشن، و اگه تبدیل به اینستیتوشن بشه، یک رابطه دوگانه و جامعه خواهد داشت، و این خودش یه استیت اتوماتیک هست. چه به زور بگیم که به زور به وجود اومده یا نیومد. ببین، تو کشورهایی که به زور بی خدایی رواج پیدا نکرده، بی خدایی اینستیتوشنالایز نشده. مردم بی خدایی رو یک چیزی نکردن، که یه سیستمش نکردن، از دین رفتن سراغ یه چیزای دیگه. از دین رفت، یعنی مردم اون وقتی رو که بقیه میذاشتن برای مثلا به کلیسا و مسجد اینو رفتن، اینو نکردنش مثلا یک سیستم بی خدایی که بیان اینو اینستیتوشنالایز بکنن، جایگزینش بکنن. تو زندگی روزمرهشون چیزای دیگه پیدا کردن، و هر شخصی با شخص دیگه فرق داره. اینو نظرم چیه؟ یعنی مثلا مردم رفتن مثلا کلاب شطرنج یا هایکینگ یا چه میدونم قایق سواری یا چه میدونم آشپزی، چیزای مختلف زندگیشون رو با چیزای مختلف پر کردن. و من نمیدونم مثلا شما تو کشور اسکاندیناوی که به زور مثلا بی خدایی غالب نشده، الان شما اینستیتوشنالایز ایتیزم میبینید؟ نه، ولی تمرین اینستیتوشنالایزیشن داریم میبینیم. همین کامیونیتی هایی که در یوتیوب داره به وجود میاد، یک نوع تمرین اینستیتوشنالایزیشن. این به خاطر که یک مسئله معاصر هست، در آینده ما این با این مواجه خواهیم شد. در آینده چیزی رو که من دارم میبینم توی اکثر کامیونیتی های بی خدایی، اینه که یه البته حساسیت بسیار شدیدی وجود داره نسبت به اینستیتوشنالایز کردن آتیزم. یعنی انقدر حساسیت وجود داره بر علیه این که ما حتی میخوایم چهار نفر دور هم جمع بشیم که با هم صحبت بکنیم. به عنوان بی خدا، داد و صدای مردم میره بالا که شما دارین میشین یک دین. میگم بابا ما میخوایم هم دیگر فقط ببینیم، با هم حرف بزنیم، آبجو با هم بخوریم، کجا شده مثل دین. یعنی من میگم اتفاقا برعکسه، نه تنها اینستیتوشنالایز نمیشه، انقدر حساسیت دارن به این که هر کاری ما بخوایم بکنیم، اینا به ما تهمت میزنن که شما دارین اینو میکنید، شبیه دین شدید. به خاطر اینکه شما در موضع اپوزیسیون هستید، نه در اپوزیسیون سیاسی، به خاطر اینکه شما در گفتمان غالب هنوز نشدید و دیسکورستون تازه داره رشد پیدا میکنه. مثل دینی که یک زمانی مورد قبول یک جامعه نبوده، پیامبرا رفتن خودشون رو شکوفا و ایوالو کردن، بعد اونو تونستن به جامعه بقبولن. من الان حرف آخر میزنم، من کوتاه بگم. ببینید، جاهایی که بی خدایی رواج پیدا نکرده، خب
ما روی یوتیوب و سوشال میدیا داریم صحبت میکنیم، انگار حساسیت وجود داره که ما اینستیتوشنالایز نشیم. جاهایی هم که به طور داوطلبی رواج پیدا کرده شما میگیم بعدا ممکن اینجوری بشه. خب ما الان نگاه میکنیم کشوری که بی خدایی رواج پیدا کرده اینجوری نشده. خب جا یعنی بس من هم مثال داریم برای جاهایی که رواج پیدا نکرده، هم مثال داریم برای جاهایی که رواج پیدا کرده به طور داوطلبی. جاهایی این مشکلی که شما حساسیت دارین بهش، جاهایی داره اتفاق میفته که به زور بی خدایی داره غالب میشه، مثلا چین. خب جاهای دیگه ما همچین مشکلی رو فعلا ندیدیم. اگر هم یه چیزی اتفاق افتاد، خب ما وظیفه‌مون اینه که باهاش چیز کنیم، مبارزه کنیم. به نظر من آره، چون به کانتکست جامعه، به کانتکست اون جغرافیایی که قرار اونجا اینستیتوشنالایز بشه بستگی داره. اگه اون خودش یک فاکتور جداست، اونو باید در نظر بگیره. خب ببین، من نمی‌دونم، حالا ممکنه، بله این چیزی که شما میگی ممکن اتفاق بیفته یا نمیفته، ولی تو جمهوری بی خدایان ما به همه میگیم که چیزهای خوبی هم که به نظر ما داریم ازش دفاع میکنیم، اینا اصلا بی خدایی نیست. یعنی ما هم نقد از خود بسیار زیاد میکنیم و اصلا میاریم بالا که کسی بخواد از ما نقد بکنه، اصلا میاریم بالا از ما نقد میکنه. نقد پذیری رو داریم سعی میکنیم رواج بدیم، نشون داریم میدیم که عقاید خوبی هم که ما مثلا داریم دفاع میکنیم ازش جدا از بی خداییه، فقط بی خدایی نیست. و خیلی هم داریم تبلیغ میکنیم که به شدت علیه بی خدایی از بالا به پایین هستیم. یعنی فقط به نظرم تبلیغ میکنیم از پایین به بالا و با طرفدار سکولاریسم هستیم. از حقوق مسلمان‌ها دفاع میکنیم، از حقوق مسیحیان دفاع میکنیم، از حقوق هندوها و یهودی‌ها دفاع میکنیم. یعنی همه این روشایی رو که ما داریم، به نظر من کاری که ما داریم میکنیم، حداقل حالا بقیه بی خدایان نمیدونم، ولی گروه ما باعث این مشکلات نمیشه. ما همه کاری که داریم میکنیم اتفاقا اینا رو کمتر میکنیم. اون بحثش متفاوت و جداست. البته من به اون هم انتقاد دارم، به خاطر اینکه اونجا هم یه سری چیزهای اوتوماتیک و آنکانترولبل رو ما در نظر نمیگیریم. مثلا در مورد بررسی جریان کمونیسم یا انتقاد از یک فرد یوتیوب ساز دیگه، ما این رو باید ببینیم که ارتباط اون با جامعه چگونه است و آیا لزومی هست که اون به وجود بیاد یا نه. ما فقط اون رو سوژه قرار میدیم و انتقادش. ببین، من ادعام فقط اینه، یه ادعای خیلی ساده دارم. خب ما عقاید غلط رو باید باش مبارزه کنیم. خب شما بتونید بیشتر مردم بیشتری رو باعث این بشین که بپذیرن یک چیزی که حقیقت نداره، بهش اعتقاد نداشته باشن، این به طور میانگین برای جامعه مفیده. شما حالا میتونید برید مثال پیدا بکنید که بعضی موقع یه چیزی به یه چیزی میرسه که ممکنه بد بشه، اگه اینجوری بشه فلان میشه، اگه اونجوری بشه این ضرر داره فلان. بله، به طور میانگین اگه مردم عقایدشون با واقعیت نزدیک‌تر بشه، این هم به طور شخصی به نفع خودشونه، هم به نفع جامعه است. هر چی عقاید ما به واقعیت نزدیک‌تر بشه برای همه بهتره. آیا شما میتونید استثناء پیدا بکنید و یه مثالش بزنید که اگه اینجوری بشه بد میشه؟ آره، میتونید این چیزا رو پیدا بکنید و ممکنه یه مثالایی هم پیدا کنید که مثلا برعکس شده، ولی به طور میانگین این چیز خوبیه. ما با این ادعای خیلی ساده که خیلی پذیرفتنش کار راحتیه، خیلی به نظر من ادعای خیلی منطقی هست، میتونیم بگیم که با ایمان به خدا، با اسلام، با مسیحیت باید بجنگیم. و چون میدونیم که خدا اعتقاد بهش غیر منطقیه، هر چی اعتقاد به خدا کمتر بشه، این به طور میانگین به نفع جامعه است. با همین ادعای بسیار ساده ما میتونیم بگیم پس کار ما مفیده. پس در واقع معتقدید که اگزیستنس یه مسئله رو بدون اینکه زمینه اون مسئله رو، زمینه گرایانه بهش نگاه کنیم، میتونیم ایزوله بهش نقد وارد بکنیم دیگه. در واقع نه، من میگم زمینه های مختلفی وجود داره. خب شما میتونین یک زمینه های خاصی رو مثال بزنین، یک چیزی در یه شرایط بسیار خاصی ممکنه یه جواب منفی بده. من میگم ولی به طور خب برای اینکه اون زمینه‌ای که شما دارین مثال میزنین، ما زمینه های دیگر هم میتونیم مثال بزنیم. من میگم به طور حد اکثر مبارزه با عقاید اشتباه مفیده. مبارزه با عقاید اشتباه و جایگزین کردن اونها با عقاید درست به طور میانگین مفیده. حتی اگر ببینیم که چقدر این در عالم پرکتیس این معنی داره یا نه، پرکتیکال هست چه این جایگزینی، یا حتی نگاه منتقدانمون به اون مسئله چقدر با واقعیت و رئالیسم
که در حال حاضر باش مواجهیم ارتباط داره، باز هم به نظرتون ادامش؟ ما بسیار ما همه جا دیدیم که هرچی عقاید مردم به خرافات نزدیکتر باشه ضرر داره برای جامعه. ما اینه که مثال و آمار رو اینا برای این زیاد داریم. شما استثناءها رو ممکنه بریم پیدا بکنیم بگی خب اینجا نه اینجوری شد، ولی ما میدونیم به طور کلی جامعه‌ای که عقایدشون نزدیک به عقایدی که ما داریم تبلیغ میکنیم توی این کانال و کانال‌های انگلیسیمون، ما به طور ثابت شده که جامعه‌هایی که این عقاید رو دارن به جای عقاید دینی پیشرفتشون به شدت شدیدتره. فایده گرایی این عقاید ما به طور کامل ثابت شده. نه، منظورم اینه که این نقد ممکنه به نفی اگزیستنس منجر بشه. آیا شما به این قائل هستید؟ منظور چیه؟ برای مثلا همین تایتل، خطر بازگشت فلان چیز، خطر تولید فلان، این خطر یک نوع ارتباط با یعنی اینکه انتقاد خودش داره تبدیل میشه به یک نفی اگزیستنس یک چیز، در حالی که جمهوری بی خدایان شاید معتقد به همزیستی عقاید مختلف هم هست دیگه، اینطور نیست؟ نه، ببین عقایده خودش بده، ولی ما دفاع میکنیم از حق کسانی که میخوان عقاید اشتباه داشته باشن. حق اینو دارن، ولی ما با اون عقاید مبارزه میکنیم تا اینکه تا وقتی که اون عقاید وجود دارن باهاش مبارزه میکنیم. هدف ما کاملا اون حذف اون عقایده، ولی به طور داوطلبانه. یعنی هدف ببین من هدف من حذف کامل اسلامه مثلا، حذف کامل، خب، ولی به طور داوطلبانه. یعنی هم مبارزه میکنم برای حذف کامل اسلام، هم مبارزه میکنم از حق مسلمان ها برای داشتن عقاید اسلامی، و این تناقض نداره. یعنی شما نمیخوام اسلام ببخشید ادامه دید، من بعدن مطرح میکنم. یعنی من میخوام اسلام حذف شه، ولی اسلام میخوام برای این حذف شه، برای اینکه مسلمان ها تصمیم گرفتن که مسلمان نباشن، خودشون تصمیم گرفتن. یعنی شما قائل به این نیستید که دیالکتیک وار به مثلا نگاه کنید که اگزیستنس اسلام میتونه به پیشرفت بی خدایی هم کمک بکنه، یا برعکس، حتی وجود بی خدایی میتونه به پیشرفت گفتمان دینی در طول زمان کمک بکنه؟ اصلا شما قائل به این مسئله هستید یا نه؟ من میخوام که کمک نکنه بی خدایی، من میخوام حذف کامل بشه بی خدا. من میخوام عقاید اسلامی فایده ای نداره. تنها تاثیر مثبتی که ما میتونیم روی اسلام بذاریم اینه که حذفش رو زودتر بکنیم. یعنی مثلا نه تنها اسلام، هر عقاید اشتباهی. ما هیچ بهونه ای رو برای اینکه یک عقیده اشتباه باقی بمونه من نمیپذیرم، چون عقاید اشتباه به طور میانگین هزینه داره برای جامعه. خیلی ببین، ما فقط برای دین اینجوری تعصب داریم ما وقتی ما داریم میگیم این عقاید باید حذف بشه ها. ما درباره هر عقیده غیر دینی اینو کاملا میپذیریم. ما اگه مردم مثلا بیان اعتقاد داشته باشن به اینکه مثلا واکسن بی اثره یا خطرناکه، یه نفر بیاد بگه خب این عقیده اشتباهه و هزینه داره برای جامعه و این عقیده به نفع جامعه است که این عقیده حذف بشه، هیچ کسی تعصب نداره که نه خب میتونه حالا یه مقدار باشه، ممکنه این عقاید اگه باشه ممکنه تاثیر مثبت بذاره روی چیز. نه، عقیده اشتباه خطرناک منفیه، باید حذف کامل بشه. حالا ممکنه نشه، ولی به نفع ماست که حذف کامل بشه. ما هدفمون هر عقیده غیر دینی اشتباهی مردم راحت میپذیرن که این عقیده اشتباه اگه حذف بشه به نفع جامعه است. به دین که میرسه یه دفعه همه حتی بی خدایان میگن که خب نه حالا باشه یه مقدار باشه مفیده. کجاش مفیده؟ اشتباهه. اگه اشتباهه چجوری میتونه مفید باشه؟ یعنی شما هیچ پیشفرض پلورالیستی قائل نیستید به اینکه؟ چرا نه، پلورالیستی برای اینکه من ببین این برای یعنی... مردم، برای مسلمان ها. ببین این چیزی که شما میگیم، اگه پلورالیزم رو اگه بخوایم قبول داشته باشیم، معنیش اینه که مسلمان ها رو تو جامعه میپذیریم، مسیحی ها رو تو جامعه میپذیریم، یهودی ها رو تو جامعه میپذیریم، اینا رو شهروندان درجه دو و رفتاری باش نمی کنیم، عقیدهش بهونه برای بدرفتاری علیهشون استفاده نمی کنیم. معنیش اینه که یه عقیده رو که باش اختلاف نظر دارین، یه عقیده که فکر میکنین اشتباهه باید باش مبارزه نکنین. شما فکر میکنین که مثلا ببین من اگه
بگم که مثلا این که مثلا واکسن خطرناک باشه، این عقیده رو من باش جنگید تا اینکه حذف کامل بشه. خب شما فکر میکنین من دارم مثلا میگم کسایی که این عقیده رو دارن باید باشون دشمنی کنین، یا اینکه مثلا کسایی که این عقیده رو دارن رو مثلا باید شهروند درجه دو حساب بکنیم؟ نه، این بحثایی که مثلا شما مثلا دارین، مثلا این بحثو فقط درباره دین میشه. حالا این من میخوام پلورالیست نگم، من که تانگ توستر برای من شما اگه به ما اهانت این بشه که پلورالیست نیستیم، فقط درباره عقاید دینی اینجوری میشه. در صورتی که ببین شما قبول دارین مثلا درباره همون عقیده واکسن مثلا، خب من اگه بگم که عقیده این که واکسن مثلا خطرناکه، این عقیده خطرناکه و باید حذف کامل بشه، شما فکر می‌کنین این اشتباهه این حرف من؟ نه، کاملا درست. خب پس چرا برای دینی همچین حرفی رو قبول نداریم؟ نه، من این عقیده اشتباهه. من به نظرم انتخابی کردن پلورالیسم خطرناکتر از دین هست، مذهب هست، چون ما به مرور زمان چیزهایی رو مجبور میشیم انتخاب بکنیم که شخصی تر میشه، اندیویدوال تر میشه و اون جامعه زودتر به متلاشی شدن میرسه. من با انتخابی بودن این مسئله مخالفم. وقتی ما قائل به پلورالیستی، جامعه پلورالیست هستیم، باید به دیسکورس مذهبی هم اجازه بدیم که بره تحقیق کنه. و البته من نمیگم که شما اینطوری فکر میکنید، ولی جامعه اگر به این اکثریت برسه این کارو انجام میده. من ترسم اینه. من اگه میگم اسلام باید حذف بشه، معنیش نیست که من باید از این روش استفاده بکنیم که مثلا مسلمان ها حق تبلیغ اسلام نداره. ما باید بریم، من اگه مبارزه میکنم با اسلام، میخوام جوری برنده بشیم که اونا با امتیاز کاملا مساوی آزادی بیان و آزادی تبلیغ از ما شکست خوردن. این پیروز اگه اونا یعنی ما توی بازار عقاید فقط موقعی درست اسلام رو شکست دادیم که اونا دستشون از پشت بسته نبوده. میدونی نظرم چیه؟ یعنی من میخوام به طور کاملا انصافانه و دسترسی همه به بازار عقاید اونا اسلام رو کاملا شکست بدیم. این اصلا شکست درست، این شکست حساب نمیشه. اگه ما دسته یک گروهی رو از پشت ببندیم بعد بریم تو بازار عقاید به شکستشون بدیم، شکست اصلا شکست حساب نمیشه. بی‌انصافانه بردیم. این رو در روی بین نخبه هاست، رو در روی جامعه آیا اینطوری صورت میتونه بگیره؟ یعنی اینطور میتونه این اتفاق در بین دوتا جامعه آماری مختلفه که باور مختلف؟ بگم نه تنها میتونه، داره میفته. ما داریم میبینیم که داره میفته. اسلام داره شکست میخوره، مردم دارن دینو ول میکنن. ببین مردم دارن بی خدا میشن، مردم دارن بی دین میشن، شدیدتر از اون چیزی که داره. شما میگی میتونه این اتفاق بیفته، داره میفته، الان داره میفته، خیلی سریعتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم. بدون فشار، بدون زور، مردم دارن انتخاب میکنن. من به دین 100 سال بیشتر وقت نمیدم. من فکر میکنم 100 سال دیگه ما دین اصلا چیز مطرحی نخواهد بود. الان هنوزم بود، یه ذره خواهد بود، ولی اصلا مطرح یعنی خیلی کمتر مطرح خواهد بود تا همه جهان. من پیش بینیم زیر 100 ساله. و جاهای به اتفاقا یه چیزی بگم، جاهای بیشتر این اتفاق میفته که دین بتونه به طور آزادانه برای خودش تبلیغ بکنه. دین معمولا جاهایی که داره بهش ظلم میشه، دینداران معمولا تبلیغ دینشون مفیدتر خواهد بود وقتی بهشون ظلم بشه. دقیقا حرف منم اینجاست. پس اونها هم یک لابراتوری خواهند داشت که بتونن اندیشه خودشون رو چیز بکنند. این یعنی قطبیت جامعه این رو ازشون سلب نمیکنه. یعنی جامعه اگر دو قطبی بشه ممکن این اجازه رو هم نده به این جور، مثلا به تردیشنالیزم یا اورینتالیزم یا حتی مذهب گرایی این جایگاه فکری رو نتونه بده، چون جامعه دو قطبی افراطی میشه، احتمال داره بشه. ببین دو قطبی ببین وقتی مردم، اگه ما دین به طور طبیعی به طور ارگانیک از داره طرفدارش میره پایین، فشار برای بی خدایان احتیاج احساس به ایجاد فشار نخواهند کرد. میدونی نظرم شه؟ وقتی که روند به نفع بی خدایان بشه، ما هیچ
یعنی خودمون داریم میبینیم که روند به نفع ماست، چرا فشار اضافی بیاریم؟ فشار شما نمیاد که فشار ایجاد میشه خودش. من به نظرم فشار ایجاد نمیشه وقتی که مردم خودشون دارن میبینن که دارن طرف حالا نمیدونم، من به نظرم دارم میبینم که فعلا که من بر اساس آماری که دارم میبینم امیدوارم، ولی خب ما باید بریم سراغ کسای دیگه. ممنون از وقت شما. مرسی فعلا خدا.